عرض ادب و احترام دارم خدمتون. هموطنان بسیار نازنینم، در طول یک سال گذشته تمام سعی و کوشش من و هدف این رسانه مبارزه با یکی از سناریوهای حکومت اسلامی به نام جنبش سبزی است که در واقع ترمز کنترل کننده جنبش و خیزش ملی مردمی ایران بود. یک سال تمام این رسانه به تنهایی در مقابل تمام رسانه‌هایی که همصدا و همگام با پروژه رژیم اسلامی دار و دسته موسوی همگام شدند، همصدا شدند و در واقع جهت استمرار رژیم اسلامی کوشیدند، این رسانه ایستاد، پافشاری کرد و فریاد زد و گفت موسوی یک جنایتکاره، موسوی یک پروژه است، یک برنامه ریزی شده برای کنترل خیزش ملی مردمی و رستاخیز ملت ایرانه. در این مسئله با حمله و با 1001 مانع مواجه شدیم و همه میگفتند که نه، سبز به اینجاشون بستن، به گردنشون بستن، به گوششون بستن، به پاشون بستن و 1001 مسئله. موسوی و کروبی رو قهرمان خواندن، نمیدونم اله کردن، شجاع نامیدن و این گونه مسائل. حتی رادیو اسرائیل در طول یک سال گذشته همواره مستقیم و غیر مستقیم از موسوی و به اصطلاح اینها و این جنبش و این حرفا حمایت میکرد، تا همینه که دو روز گذشته که مسیرش رو عوض کرد و رسید کار به جایی که تنها این رسانه، خصوصا شخص من، در این ارتباط با کوشش و سعی فراوان توانستیم دست این حرکت رو رو کنیم، اما اونها ضربشون رو، صدمشون رو به جنبش زدن. به جنبش وقتی میگم نه جنبش سبز جرسی یا کلمه سایت کلمه یا این حرامزاده هایی که در برون مرز فرستادنشون بیرون اتاق فکر لندن واشنگتن و این گونه مسائل. حضورتون عرض کنم که جنگیدیم، واقعا جنگیدیم، و الا اگر ما کوتاه می اومدیم و آنها اجازه می دادیم کارهاشون رو پیش ببرن، باور بفرمایید ولی وقیهشون و امام نمی دونم علیشون و یعنی همین خامنه‌ای پفیوز مفعول، موسوی رو هم جای احمدی نژاد می نشون و به شما قول می دم 20-25-30 سال دیگه اینها محکم سر جاشون نشسته بود. از اون روزی که مردم به جان آمده و روی گردان از عملکردهای حکومت خوناشام و جنایت پیشه اسلامی در کشورمون، در یک خیزش ملی مردمی، در یک رستاخیز ملی در خرداد 1388 به پا خواستند تا تومار این رژیم اهریمنی رو در هم بپیچند، تا به امروز این جماعت مفخر دروغوی حرومزاده تر از اصولگرایان، یعنی منظورم همین اصلاح طلبان دولتی است، این جماعت به اصطلاح اصلاح طلبان طرد شده از حکومت بودند که با برخورد انحصار طلبانه و خودکامگی با روند این وقایع اعتراضی کوشش کردند، هنوز دارن کوشش میکنند تا این جنبش ملی، این خیزش ملی مردمی رو به نفع خودشون مصادره و از این طریق خودشون رو به عنوان اپوزیسیون خودی قدرتمند همراه و یک دل و همگام برای حفظ حکومت اسلامی و استمرار این رژیم به سردمداران در قدرت
یعنی سید علی خامنه ای و احمدی نژاد و سپاه پاسداران و مافیایی که قدرت رو الان قبضه کرده به صورت نظامی، انتظامی، پلیسی، امنیتی، این واپس مونده ها، این گرگ های درمانده ای که دیگه باید با شیادی و دروغ و فریب و نیرنگ تومه رو به اصطلاح لالایی براش بخونن، بخوابونن و جر رو واجدش کنند. وقتی مردم در خرداد 88 به پا خواستن تا تومار این رژیم اهریمنی رو در هم بپیچن، تا به امروز این جماعت دروغگوی فریبکار اصلاح طلبان دولتی طرد شده از حکومت بودند که با برخورد انحصار طلبانه و خودکامگی این روند و این وقایع اعتراض‌آمیز مردم رو کوشش کردند تا جنبش ملی رو، مردمی رو به نفع خودشون مصادره و از این طریق خودشون رو بتونن به عنوان یک اپوزیسیون خودی قدرتمند همراه و یک دل با ملایان با ملایان به سردمداران جمهوری اسلامی بقبولونند و از آنها دوباره کسب مشروعیت کرده و شریک حکومت گذاران بشن، همچون گذشته از زمان خاتمی بعد. در طول یک سال اینها در برون از مرزهای ایران چه نکردند، چه سیاه بازیایی، چه حق بازیایی، تمام رسانه ها، پاس کانال یک، نمیدونم اندیشه، این اون، بی بی سی، بویس آف امریکا، رادیو فردا، تمام سایت های برون مرزی 90% در اختیار اینها. در طول این یک سال اتاق فکر این جماعت در خارج از کشور به هر مناسبتی و سببی کوشید تا به هر ترتیبی از طریق مصاحبه های رسانه‌ای میلیون ها دلار پولی که در خارج خرج تظاهرات، گردهمایی ها، سیاه بازی ها، حقوق بازی ها و این گونه مسائل شد، صدور بیانیه ها و یا انجام سخنرانی های اجتماعی، علمی، این نیت رو خواستن به مردم بقبولونند که جنبش ملی مردمی ایران، خیزش ملت ایران که اونها جنبش سبز می نامند، متعلق به آرمان های اصلاح طلبان حکومتی به رهبری موسوی قاتل جنایتکار و اون روباه مکار بی همه چیز مفعول کروبیس و لاغیر. این رسانه جلوی همه اینها با میلیون ها میلیون دلار ایستاد و پیروز شد و دیگران در این خصوص فقط یک حق انتخاب دارند: یا برای تحقق آرمانهای ایشان باید تلاش و کوشش کنند و در غیر این صورت آنها اساساً عضو جنبش سبز نیستند. اصلا من سعید سکویی از روز اول توف روی این جنبش سبز موسوی و کروبی و طول سگایی که در بیرون کشور اتاق فکر و نوریزاده و تمام این پتیاره هایی که تو وایس آف امریکا و رادیو فردا و بی بی سی و این دو سه تا رسانه به اصطلاح سیاسی وابسته به رژیم و ایستادیم و جنگیدیم. شما زهرتون رو در بیرون ریختید، اونها ارباباتون موسوی و کروبی در درون ریختند. در 22 بهمن به مردم فریب، مردم رو فریب دادن برای بیرون نیومدن. در روز 22 خرداد مردم رو فریب دادن که بیرون نیان، مجوز نداریم از این صحبت ها. مگه مردم برای آزادسازی خودشون، برای رهایی از بند ستم این دزدان، این قاتلان به مجوز نیاز دارن و یا رژیم خودکامه و جنایتکار فاشیستی دینی مجوز به دشمناش میاد که بیخ خرش رو بگیره خفش بکنه؟ اکنون با تلاش این رسانه، این رسانه ملی مردمی و اثبات حقانیت آنچه که گفت در طول یک سال گذشته در مورد این جنبش سبز و موسوی و کروبی و طول سگهای برون مرزشون، وجود قش و ناخالصی در اندیشه ها، بیان و عملکرد تاریک گونه این گونه به اصطلاح متفکران اصلاح طلب و نقشه راهشون با آرمانهای واقعی مردم، به اصطلاح دستشون رو برای همه
این رسانه و شخص سعید سکویی رو کرد. پس از سخنان انحصار طلبانه مزدور اطلاعات امنیتی سالیان رژیم اسلامی اکبر گنجی